شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست و شهران طبری روزنامه‌نگار از لندن. ممنونم از هر دوی شما. آقای سمیعی، چقدر به نظرتون به خصوص با توجه به اینکه هم ایالات متحده و هم بریتانیا همزمان این تحریم‌ها رو وضع کردن نشان از یک عزم جدید داره در مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی در خاک این کشور؟ با درود به شما و مردم عزیز ایران، قبل از هر چیز اجازه بفرمایید که ابراز همدردی داشته باشم با خانواده چهار هممیهنمون که جمهوری اسلامی اونها رو اعدام کرده. و در پاسخ شما بایستی عرض بکنم امریکا داره نشون میده که واقعا عمق فاجعه رو درک کرده و میدونه که حکومت جمهوری اسلامی از هیچ روندی برای اعمال کارهای تروریستی در سراسر جهان، حتی در خاک امریکا هم فروگذار نخواهد کرد و حتی درس هم نمیگیره. برای اینکه ما دیدیم چند وقت پیش بود که طرح توطئه قتل دیگری رو وزارت دادگستری امریکا اومد در موردش صحبت کرد، بعد در مورد جناب علی و خانم دکتر ثابت در ایران اینترنشنال. همه اینها داره نشون میده که جمهوری اسلامی نمیتونه این رو درک بکنه که دولت‌های بزرگ سیستم های اطلاعاتی و امنیتی قوی دارن و میتونن طرح‌های اونها که بسیار هم کودکانه و بی پایه برنامه ریزی شده هست رو افشا بکنن. به همین خاطر جمهوری اسلامی منتها این رو هنوز عمقش مسئله رو درک نکرده بود که امریکا میتونه مقابله بکنه و امریکا علاقمندی به مقابله کردن رو هم داره. این مسئله ای که الان اتفاق افتاده که این افراد معرفی شدن، اینها دیگه اصلا به صورت نوشتاری همه چیز بوده که چه مبلغی قرار پرداخت بشه، چه مبلغی در چه موقعیتی بایستی استفاده بشه، پس جمهوری اسلامی جای انکار هم دیگه نداره الان. خانم طبری، چقدر فکر کنید تحریم فلنفسه واقعا میتونه یک نقش پیشگیرانه یا جلوگیرانه داشته باشه در مقابل اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه؟ چون به گمانم الان این واحد سپاهی رو که مثلا تحریم کردن، خب سپاه پاسداران ده‌ها شاید صدها اگر نه هزاران تحریم دیگه چه به واسطه ایالات متحده، چه اتحادیه اروپا، چه بریتانیا شاملش هست. هر چقدر بیشتر تحریم بکنن آیا واقعا میتونه در رفتار اونها تغییر ایجاد بکنه؟ بله، نکته بسیار خوبیه. من هم به نوبه خودم به خانواده های کسانی که اعدام شدن مورد قتل جمهوری اسلامی قرار گرفتن تسلیت میگم و ابراز همدردی میکنم و درود میفرستم بهشون. ببینید، همونطور که گفتم این اتفاقا موضوع بسیار مهمیه. صرف تحریم کردن هیچ نتیجه نداده تا حالا. ببین، فقط صادرات نفت ایران علارغم تحریم های گسترده قبل 35% در سال 2022 افزایش پیدا کرده. وقتی تحریم میشه باید این تحریم ها زامن اجرایی داشته باشه و اگر زامن اجرایی نداره به تنهایی جمهوری اسلامی هیچ وقت اینه میگذاره به اینها، برای اینکه اونها همونطور که خودتون گزارش دادین کارشون با تبهکارها، با جنایتکارها، با کسانی که در کار قاچاق مواد مخدر در سراسر دنیا دارن کار میکنن، از خاورمیانه تا آمریکای لاتین، در مکزیک اینها نماینده دارن، یعنی دستن در با تبهکارها کار میکنن، در ونزوئلا همینطور، در کوبا همینطور. این تحریم ها به خودی خود فایده ای نداره. مسئله دیگه ای که باید جلوش رو بگیرن این پولشویی هاست. ما مدت های زیادیه که میگیم خیابون های لندن و تورنتو و کشورهای دیگر اروپایی پر از این بیزنس های هستش، که ما نمیگیم همه بیزنس ها، همه مغازه ها یا غیره تحت نفوذ اینها هست، ولی بسیاری از اینها یک به اصطلاح نمایشی است برای اینکه در پشت اون مغازه کارهای خودشون رو انجام بدن. این الان همین شما حتما دیدین که در تلویزیون بی بی سی یک ویدیویی پخش کردن از اینکه دارن یکی از نمایندگان سپاه پاسداران در لندن در
انجمن دانشجویان لندن داشت سخنرانی میکرد و دانشجویان رو رادیکالیزه میکرد، به سمت این میبرد که بریم باید بریم اسرائیل رو از بین ببریم و غیره. تمام این تظاهراتی که در لندن برگزار شده، بسیاری از کسانی که، من نمیگم همه، بسیاری از کسانی که در این تظاهرات شرکت میکردن از طرف جمهوری اسلامی فرستاده شدن، از طرف سپاه پاسداران فرستاده شدن. اینها رو باید جلوشون رو گرفت، باید جلوی پولشویی رو گرفت، باید جلوی دور زدن تحریم ها رو گرفت. برخیش رو نمیتونن، برخی از کارها رو، چون میگم این جمهوری اسلامی با گروه های تبهکار در حال کار کردن هستش، بعضی ها رو نمیتونن جلوشو بگیرن، فقط به اصطلاح نمادین اینها. ولی چرا تا حالا خود سپاه پاسداران رو تحریم نکردن؟ الان موقعشی که سپاه پاسداران تحریم کنن. سپاه شاخه قدس رو تحریم کردن، چند وقت پیش بریتانیا تحریم کرد، ولی کافی نیست. سپاه قدس در خاورمیانه هستش و بعد هم از طریق سپاه قدس تمام این کسایی که الان میخواستن بیان شما رو بکشن و غیره، لازم نیست از سپاه پاسداران مستقیم باشن، میتونن از طریق سپاه قدس آمده باشن به هر حال، یا غیر از طریق خود سپاه پاسداران. اینه که من فکر میکنم این اقداماتی که میشه بسیار مهمه، بسیار خوبه. یک نشانه ای از این هست که دولت‌های بریتانیا و آمریکا میخوان که تصمیم‌های سخت‌تری بگیرن، ولی اگر این تصمیمات ضامن اجرایی درستی نداشته باشه، جمهوری اسلامی به ریششون واقعا میخنده. حالا این حرف خوبی نیست که بزنم، ولی واقعیتش اینه. و بعدم میدونید جمهوری اسلامی فقط هم خودش تنها نیست. درسته که نفوذ پیدا کرده و اوامر خودش رو از عراق تا سوریه تا لبنان تا از اون طرف در یمن تحکیم کرده به وسیله خودتون، میدونین همه در ایران میدونن این گروه هایی که از زینبین و الفاطمین و غیره و زالک درست کرده، اینا همه در اینجا فعال هستند. ولی مسئله اینی که این تنها اینها نیست، روسیه هم، روسیه پوتین هم دست بزرگی در کارهای جمهوری اسلامی داره. اونها هم برای اینکه توجه رو از جنگ اوکراین معطوف بکنن به این سو، و در ضمن خودشون رو میبینیم که در اوکراین حملات جدید کردن در حالی که این اتفاقها داشت میافتاد، بنابراین نقش روسیه رو هم نباید در این مسائل نادیده گرفت. آقای سمی، حالا دو تا موضوع متفاوت هستش که یکم دومی زیر سایه اولی قرار گرفته. این تحریم‌های ایالات متحده و بریتانیا علیه گروهی که قصد ترور کارکنان ایران اینترنشنال رو داشتن و همینطور گروه مربوط به آقای زیندشتی که متهم هستن به اقداماتی برای کشتن روزنامه‌نگارانی در و فعالان سیاسی در ترکیه، همزمان شده با یک طرح اعلام جرم دیگری اینجا در ایالات متحده آمریکا علیه گروه دیگری که باز هم به واسطه آقای زیندشتی اونطوری که ادعا شده قصد داشتن دو نفر رو در ایالت مریلند بکشن. در گزارشی که وزارت دادگستری آمریکا منتشر کرده گفته شده دست کم یکی از این دو نفر از ایران آمدند و فراری بودند. یعنی به نظر میاد که احتمالاً یا مقام ارشد جمهوری اسلامی بودند یا عضو سپاه بودند یا برنامه هسته‌ای بودند، نمیدونم، اما میتونم حدس بزنم. فقط این چه تصویری به ما میده که چه اتفاقی داره اونجا میفته و اقدامات اینچنینی معمولاً در خاک آمریکا خیلی نادر هست؟ درست میفرمایید، ولی تصویری که به ما میده این هست که جمهوری اسلامی وحشت بسزایی داره از اینی که به لحظه سقوط خودش نزدیکتر بشه و میدونه که اگر کسانی که اطلاعات کافی در مورد عملکرد داخلی جمهوری اسلامی و عملکرد تروریستی جمهوری اسلامی در سراسر دنیا دارن و اونها به دنیای آزاد بیان و بتونن اونها رو به مقامات کشورهای دیگر برسونن، این برای جمهوری اسلامی حکم مرگ اعلام شده. و به خاطر همون هم هست که سعی میکنه بخواد با اون مبارزه بکنه و این گونه اقدامات بیشتر و بیشتر هم متاسفانه خواهد شد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی تا الان با تبعات سختی نباید روبرو می شده. تبعات سخت منظورم چیه؟ همین تحریم هایی که ما صحبتش رو می کنیم، تحریم اونقدر به حکومت جمهوری اسلامی فشاری وارد نمی کنه. جمهوری اسلامی عملیات تخریبی خودش رو از جای دیگری تغذیه می کنه، ولی جمهوری اسلامی زمانی
گوشی میاد دستش که متوجه بشه بسیار دنیا داره بهش توجه میکنه و ازش گذشت نخواهد کرد. دولت مردان غربی هم تا زمانی که بخوان از راه مماشات با جمهوری اسلامی در بیان مسئله رو حل نکردن. ولی اونجایی که دیدیم به مثل چند وقت پیش در مورد توطئه متاسفانه قتل شما و خانم ثابت، این مسئله رو وقتی که دولت مردان امریکا تازه متوجهش شدن، بعد فهمیدن که این واقعا یک واقعیت داره و جمهوری اسلامی اینقدر دهشتناکه، و برای اینکه اینها اون عمق فاجعه رو درک نکرده بودن. ولی الان من فکر میکنم برای این افرادی که جدیداً معرفی شده که یک بانو و یک آقا بودن در مریلند، من فکر میکنم که اینها ممکنه افراد گذشته خود رژیم بودن که اطلاعاتی رو جمهوری اسلامی فهمیده که در اختیار سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی دنیا گذاشتن و بر تبعات اون یک سری اقداماتی بر علیه جمهوری اسلامی اتفاق داده که از اونا واهمه داره و حالا میخواد با اون مبارزه بکنه. ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی، اینجا در استودیو با ما، و شهران طبری روزنامه‌نگار از لندن با ما.